بر آنانی که دورند شالوم، بر آنانی هم که نزدیکند شالوم. این وقتی شالوم خداوند رو برای خودت و برای عزیزانت، برای سرزمینت، برای دیگری اعلام میکنی، آسمان به تو میگه آمین. کلام خدا میتونه قدرت افسردگی رو بشکنه، کلام خدا میتونه قدرت بیماری رو بشکنه، قدرت ترس رو بشکنه، قدرت مرگ رو بشکنه، قدرت ناامیدی رو بشکنه، قدرت هر چیز منفی رو بشکنه. آمین. کلام خداوند همه وعده هاش بلی و آمینه و همه چیز انجام خواهد شد. کلام خدا میگه پسر خدا اومد اعمال ابلیس رو باطل کند. پس من و شما باید اعمال ابلیس رو باطل کنیم و دو برابر باطل کنیم. آمین. میتونیم همه ما قلب برکت دهنده داشته باشیم، نه؟ برکت از یک دل برکت دهنده میاد. این دل هیچ خرجی نداره. آمین. که به نام عیسی مسیح از ظرفهای زندگی تو که لبریز از روغن خمره‌های زندگی تو که لبریز از روغن مس تو، ایمان تو، خدمت تو که لبریز از روغن همسایه‌های تو و سرزمین تو، به نام عیسی مسیح برکت بگیرن. هر نیکویی برای دیگری بخوای، نیکویی به زندگیت برمیگرده. وقتی برای سلامتی دیگری دعا میکنی، سلامتی بر خودت، بر زندگیت، بر خانوادت جاری میشه. شالوم خدا بر زندگیت، شالوم خدا بر خانوادت، شالوم خدا بر اهل خانواده تو، شالوم خدا بر خانه تو، شالوم خدا بر جسم تو، بر جان تو، بر روح تو، بر ایمان تو، بر زندگی تو، بر سلامتی تو، بر کسب و کار تو و بر نسل هزار نسل بعد از تو باشد و به نام عیسی مسیح بماند. آمین. تو اول پادشاهان به یه جایی میرسیم که یک مرد خدا، ایلیا، تمامی قوم رو فرا میخونه. و سوالی میکنه ازشون. میگه چی شده بر سر زندگی شما؟ ای قوم خدا، ای شاهزاده خداوند، ای اسرائیل که خداوند تو را از یعقوب به اسرائیل تبدیل کرد، چی شده دوباره برگشتی به یعقوب؟ چی شده که دوباره دلتو به فریب افتاده؟ چی شده که دوباره دلت به دنیا و از طریقهای خودت میخوای وعده های خدا رو به دست بیاری؟ چی شده؟ چی تو رو دوباره برگردونده به یعقوب؟ مگه خداوند اسمتو عوض نکرد؟ مگه زندگی تو عوض نکرد؟ چی توی مخ تو، روی افکار تو، روی دل تو تأثیر گذاشت دوباره برگشتی به یعقوب؟ سوشیال مدیا، تلویزیون، معاشرت با شریران، محیط کارت، دوستان بی ایمانت، رفتی که اونها رو بکشی بیرون، خودت شدی شبیه اونها؟ چی باعث شد دوباره برگشتی؟ اصلا میدونی امروز خدای تو کیه؟ بعضیشون سوال میکنه آیا بل خداست؟ پس برو اونو پرستش کن. اسمتو از مسیحی عوض کن. با اون گردنبندی که تو گردنته برو اسمتو هر چی که میخوای بذار. با انشالله ماشاللهات برو اسمتو همون چیزی بذار که از دهانت بیرون میاد. واقعا دنیا به تاریکی داره میره و ایمان مسیحیانم داره خشک میشه. کلام خدا میگه کاهنین باید بین فرق بین مقدس و نامقدس رو به قوم من تعلیم بدن. باید تشخیص بدین چی درسته چی غلطه. چی داره زندگی تو رو خشک میکنه؟ چی ایمان تو رو داره خشک میکنه؟ دقت کردی ادبیاتت عوض شده؟ دقت کردی سلیقه‌هات عوض شده؟
دقت کردی برنامه هایی که نگاه میکنی و کانال هایی که نگاه میکنی کلن عوض شده؟ دقت میکنی زیاد دیگه میلی برای کلام خوندن نداری؟ دقت کردی؟ دقت کردی کلن چیزهایی که برای جذاب جدید شده؟ چی بر سر تو اومده؟ کی خداوند توه؟ آیا بعل خداست؟ یا یهوه؟ اگر بعل خداست پس او را پرستش کن. نه بعل خوشش میاد که نصفت بیاد کلیسا، نصفت برنامه کلیسایی رو گوش کنه، نصفت پرستش رو گوش کنه. بعل هم خوشش نمیاد، یهوه هم خوشش نمیاد که نصفت اینجا باشه نصفت اونجا. دوتاشون فکر نکن دنیا هم از تو خوشش میاد که نصفت رو بری کلیسا، نصفت یه جایی دیگه و جایی که خداوند نمیخواد. ما تو این دنیا هستیم، ما مال این دنیا نیستیم. زمانش رسیده که توبه کنیم و بیدار بشیم. ایماندارا بیدار بشن، قوم خدا بیدار بشه. دنبال کلام خدا میرفتی، سر از یه جای دیگه در آوردی، سر از خرافات در آوردی، رفتی اینترنت سرچ بکنی، سر از عرفان در آوردی، سر از انرژی مثبت منفی در آوردی، رفتی ببینی شفا آزادی چطوری انجام میشه، سر از دنیای جادوگران در آوردی، سر از شیطان پرستا در آوردی. تو را چه شده ای قوم خدا؟ داری چه کار میکنی؟ کاهنین باید فرق بین مقدس و نامقدس رو به قوم خدا تعلیم بدن و میگه قوم هیچ جوابی نداشتن بگن. واقعا اگه امروز به تو بخوان بگن که کی خداوند توه، فریاد میزنی بله عیسی مسیح نجات دهنده منه. اما کنار عیسی چی؟ همراه با عیسی چی؟ همراه با کتاب مقدس اعتقادهای دیگه هم هست. همراه با عیسی دکتر فلانی و فلانی و فلانی و هنرپیشه فلانی و این و این و اینم طرز زندگی های اونا هم هست. بعضی موقع ما فکر میکنیم باید بت ها چوب و سنگ و طلا باشن که اونها را پرستش کنیم. نه، وقتی شخصیت کلام خدا میگه هم شکل این دنیا نشوید، بلکه به تازگی فکر خود تبدیل بشید. ما خوانده شدیم شبیه خداوندمون باشیم. انسان ها شبیه همون خدایی میشن که بهش باور دارن. صادقانه بگم اگر رفتار داره عوض میشه و داری برمیگردی به یعقوب، داری شبیه خدای دیگه میشی. هر چی بگو عیسی، تو داری عوض میشی، فقط نمیدونی. زمانش رسیده که خداوند قوم خودش دوباره احیا کنه. ما باید جواب بدیم. و اگه میخواییم بازگشت کنیم، یک راه وجود داره. کلام خدا میگه ایلیا گفت بیایید. تمامی قوم اومدن. فقط برای درون کلیسا نیست که هست، برای شما عزیزانی هست که بیرونید، برای کسی که میتونه بعداً بشنوه. اگه واقعا خدا رو دوست داری، بتای زندگی تو بریز بیرون. هر چیزی کنار عیسی، هر چیزی که کنار روح خدا، هر چیزی که کنار خدای پدر، هر چیزی که به نجاتت بخوای کم و زیاد کنی، هر چیزی که بخوای بیاد کمکت کنه. کلام خدا میگه روح خدا برای ما همه چیز، روح سلامتی، روح حکمت، روح معرفت، روح شناخت، همه چیز داره. 27 تا اسم درباره روح القدس گفته. احتیاج نیست بری از جای دیگه چیزی بیاری که به تو کمک کنه. ایمان دار. میگه مذبح یهوه را بازسازی کن. مذبح یهوه صلیب عیساست. دوباره برگرد به صلیبت. دوباره برگرد همون جایی که ایمان آوردی. چند سال پیش بود؟ کی بود؟ وقتی زانو زدی، وقتی گریه کردی، وقتی عیسی رو قبول کردی. دنیا دل تو رو ندوزه. بیا مذبح خداوند رو و صلیب خداوند رو دوباره احیا کن.
بیا دوباره از نو شروع کن و برای هر شروعی دوباره برگردی به صلیب مسیح. در صلیب نجات هست، در صلیب آمرزش هست، در صلیب شفا هست، در صلیب احیا هست، در صلیب بلند شدن هست، در صلیب صلح خدا هست، در صلیب تقدیس هست، در صلیب پاکی هست، در صلیب همه چیز نیکو هست. دوباره برگرد. دنیا داره میدوزده، ایمانها رو داره میدوزده. نگاه میکنی قیافه ایماندار با قیافه بی ایمان زیاد فرقی نمیکنه، ادبیاتش فرق نمیکنه، رفتاراش فرقی نمیکنه. شیطان دنبال این بود که کلیساها رو ببنده، انگار آتای خیلی خوبی شد دسته بعضی مسیحیان که راحت تر به جای در حضور خدا بودن، در حضور خدا تقدیس شدن، در حضور خدا بلند شدن، برن وبسایت‌های مختلف و سایت‌های مختلف و زیر هر چیز چرندی رو لایک میکنن و بعد میگه عیسی خداوند منه، در صورتی که زیر ایزابل داری لایک میکنی. تو بگو نه، من عیسی پرستم. زندگی تو نگاه کن، مشخص میکنه کیو میپرستی. به جهت محکومیت نمیگم، به جهت توبه است. توبه و بازگشت کنید تا دوران استراحت و آرامی از سوی خدا فرا برسه. فیضی رو که خدا به ما داده به جهت از گناه بیرون اومدنه. فیض برای در گناه رفتن نیست. فیض برای این نیست که من مسیحم هر غلطی شخص میخواد بکنه. فیض برای اینه که از غلطهاش بیاد بیرون. فیض فرصتی برای اومدن از لجن بیرون، نه برای رفتن تو لجن. فیض برای پاک شدنه، نه برای کثیف شدن. فیض برای بلند شدنه، نه برای افتادن. فیض برای از نو بازگشت و دوباره استارت زدن با خداست، نه برای دوری از خدا. فیض برای اینکه دوباره بیام با خدا شروع بکنم و بدونم که این خدا من رو میپذیره، این خدا من رو دوست داره و میخواد دوباره با من رابطه برقرار کنه. امروز میخوایم اعلام کنیم مذبحی برای یهوه بنا کنیم. ای اسرائیل بشنو، ای کلیسا بشنو، ای جامعه مسیحی بشنو، ای کسی که خودتو مسیحی میدونی بشنو. امروز از هر بوتی که تو زندگیت هست، بوتها خیلی زیادن، فقط مشکل اینه که تشخیص نمیدین. توبه و بازگشت کنیم تا دوران استراحت و آرامی از سوی خدا فرا برسه، شفا فرا برسه، وعده های خدا جاری بشه، روغن مس دوباره بیاد، تازگی بر تو بیاد، شادی خدا بریزه، احساس کنی جست و خیز میکنی، مثل عقاب پرواز کنی. همه آنچه که خدا برای تو مهیا کرده با توبه دوباره شروع میشه. امروز اینجا نیستیم به جهت محکومیت. درد ما از این که چرا محرومی از برکتای خدا، جلوته نمیتونی ببینی، شفا دو قدمیته نداریش، برکت کار جلوته نداریش، بهش نمیرسی، کار میکنی جیبت سوراخه، لباس میپوشی سردته، نمیپرسی چرا، واقعا نمیپرسی چرا، میری جلو نتیجه نمیده زندگیت، عروس به خانت نمیتونی ببری چرا، خانه میگیری نمیتونی واردش بشی به قراردادش برسی چرا، واقعا از خودت نمیپرسی چرا. با آسمان فریاد نکن، توبه کن تا خداوند دوباره تو رو احیا کنه، دوباره برگرد به دوران نامزدید با عیسی، زمانی که عاشقانه او رو دوست داشتی و او رو محبت میکردی و برای او غیرت داشتی و برای او آتش داشتی
هر آتشی که در زندگی تو خاموش شده یا خاکستر، امروز به نام عیسی مسیح روح خدا بیاد و با اون باد حضورش تمامی خاکسترها رو بزنه کنار و دوباره آتشی تازه در تو شعله بر بشه، تا دوباره مذبح یهوه صلیب عیسی برای تو برپا بشه. آمین. هللویا. خداوند، میخوایم امروز تو رو پرستش کنیم و اعلام کنیم به نام عیسی مسیح. خداوند چشمای ما رو باز کن ای روح خداوند. هر جایی که نفهمیدیم، هر جایی که نفهمید از کجا افتادیم، کلام تو میگه برگرد ببین از کجا افتادی، ببین محبت نخستین تو کجا از دست دادی، ببین کجا اوریان شدی، ببین کجا سر خوردی، ببین کجا به این دنیا گره خوردی، ببین کجا بود که در واقع اخلاقیاتت دور شد، ببین کجا بود که استانداردات از بین رفت، ببین کجا بود که ظرف روغنت شکست، ببین کجا بود که آتشت خاموش شد، ببین کجا بود. برگرد تا دوباره خداوند تو رو احیا کنه. مبادا بدوی و نرسی، مبادا کار کنی و چیزی ذخیره نکنی، مبادا خانه‌ای بگیری و از او استفاده نکنی و عروسی مال تو نباشد. مبادا. خدا امسال می‌خواهد تو رو برکت دهد، به هر برکت آسمانی، تا آنچه را که هیچ چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به عقلت خطور نکرده برای تو کنار گذاشته، محروم نشو. دوباره برگرد زیر چتر خداوند، دوباره برگرد به زندگی مقدس، دوباره برگرد به اون پاکی، دوباره برگرد. بدنت آلوده کردی، چشمش آلوده کردی، گوشت آلوده کردی، قلبت آلوده کردی، معدت آلوده کردی، جسمت آلوده کردی، روحت آلوده کردی. امروز قدرت خون عیسی مسیح کافیه که تمام سیاهی های زندگی تو رو پاک کنه. امروز برگرد دوباره به روز ابتدای ایمانت، زمانی که عاشقانه عیسی رو دوست داشتی، تازه دنیا اومده بودی بیرون، تازه لباس سفید داشتی، تازه بود ایمانت و تر و تازه بودی. برگرد به نام عیسی مسیح. آمین. خدا قلب ما را امروز جستجو میکنه، امروز قرار قلب من فریاد بزنه و توبه کنه و اعلام بکنه که کی خدای منه. تنها یهوه خداوند من، تنها عیسی خداوند من، روح خدا خداوند منه.
خسته دل، تو که استخوان‌هایت خشکیده شده و همچون استخوان‌هایی که حزقیال داره میگه، امیدت خشکیده شده، جانت خشکیده شده، نه شادی داری، نه آرامش داری، نه خوشی و نه سلامتی، نه آسمان باز، تنها یک چیز داری که من نجات دارم و بس. ای استخوان‌های خشکیده، امروز روح خدا بر تو دمیده و تو رو تازه کنه و تو رو از مزبله بیرون بیاره به قدرت خون عیسی مسیح. خون عیسی بر این استخوان‌های خشکیده تا حیات بیاد. خون عیسی مسیح پاک کنه هر چیزی که تو رو بسته، به قدرت نام عیسی مسیح هر آنچه که تو رو گیر داده اعلام کنه. امروز با من دعا کن، ای خداوند مرا آزاد کن، ای خداوند مرا آزاد کن، من از بندهام آزاد کن، من از ترسم آزاد کن، من از این گناهان آزاد کن، من از این دنیا آزاد کن، من از شرارت آزاد کن، من از کابوسام آزاد کن، من از ترسم آزاد کن، ای خدا من آزادم کن به قدرت خون پسر عیسی، من آزاد کن، آزادم کن تا بلند بشم، آزادم کن تا جون بگیرم، آزادم کن تا بدوم، آزادم کن تا پرواز کنم، آزادم کن چون که تو بهای من رو دادی. ببخش خداوند که به این بیابان، ببخش خداوند که رفتم در این دنیا، ببخش خداوند که این دنیا من رو دل من رو دزدید. امروز در حضور تو خداوند توبه می کنم، به قدرت خون پسر خدا من رو آزاد کن، من رو بشور، من رو پاک کن، بهای من رو تو دادی، جای من اینجا نیست، من رو بلند کن خداوند تو برگردم دوباره سر جام به نام عیسی مسیح خداوند. هر چیزی، هر روحی، هر قدرتی، هر شرارتی، هر گناهی که تو را بسته به خاطر ناعتاعتی، به خاطر فریب و دور شدی، به قدرت نام عیسی و خون عیسی و صلیب عیسی بر تو شکسته بشه. آمین. تو آزادی. آمین. به نام عیسی مسیح برخیز و بلند شو. آمین. نور تو آمده، جلال تو آمده. شیطان دهن تو ببند، بر مدعیان خود، بر فرزندان خداوند ببند. هی محکومشون میکنی، هی میزنی تو سرشون، از اون بهشون شکلات میدی، از اون بر مسخرهشون میکنی، از اون بر به گناه میکشی، از اون بر رسواشون میکنی، از اون بهشون باش میدی، از اون بر اونا رو اسیر میکنی. به قدرت نام عیسی مسیح دروازه های آسمان دوم بسته بشه، تصمیم های جهنم برای تو بسته بشه. عیسی مسیح خداوند تو، نجات دهنده تو، صلیب عیسی بهای تو رو داده. آزاد شو، آزاد شو، آزاد شو، آزاد شو به نام عیسی. تو فرزند خدایی، آبروی خودتو خدا رو نبر، بلند شو و خون عیسی مسیح امروز قطره قطره بر تو بچکه، روح خدا بر تو بریزه، تو رو دوباره احیا کنه، ظرف تو رو از روغن پر کنه، سر تو خشک نشه، دوباره از روغن تازه، هللویا، لبریز بشی به نام عیسی مسیح. خداوند امروز در حضور دشمنانت دنیای تاریکی برای تو سفره مهیا کرده تا دوباره بیای سر سفره خداوند بشینی. بیا بیرون، بیا بیرون از دنیا، بیا بیرون از شرارت ها، بیا بیرون از بندهای اسارت ها. خدا بهای تو رو داده. نگذار دنیای تاریک تو رو بدزده، نگذار این دنیا داره میره، داره تمام میشه، خداوند داره برمیگرده. بلند شو، برگرد، بیا به آغوش خداوند. جا نمونی تو این دنیا، در نمونی تو این دنیا، چیز خوبی در انتظار تو نیست. پشیمانی، یأس، ناامیدی، ترس، وحشت خواهد بود. بلند شو، دوران فیض خداست، الان میتونی برگردی. مبادا بر فیض خدا سوء استفاده کنی، مبادا از زمانهای خدا سوء استفاده کنی، مبادا از زمانهایی که خدا داره به تو میده غفلت کنی. برگرد. حتی امروز نمیتونستی توبه کنی، به قدرت خون عیسی مسیح خداوندا، هر آنچه را که دختر و پسر تو به واسطه این دنیا دلشون رو دزدیده، رابطه‌شون رو با تو زده، فقط یک اسم عیسی و یک گردنبند مونده و فقط خاطرات خوب، خداوندا به خاطر حرمت نام پسرت که مبادا شیطان
بر فرزندانت ادعایی وارد کنه و نام پسرت بی‌حرمت بشه، مبادا خداوندا امروز دست خدا دراز شده. دستتو دراز کن و دست خدا رو بگی که بلندت کنه به نام عیسی. تو بر پاهای خود بیستی، همونطور که استخوان‌های خشکیده جان گرفتن، به لشکر عظیمی تبدیل شدن و خدا رو پرستش کردن. اگر فکر میکنی چیزهایی در زندگی تو هست که اینقدر بده که خدا تو رو رها کرده، فقط یک قطره خون عیسی کافیه. فقط یک قطره تمام سیاهی‌های تو رو پاک کنه، تمام بندهای تو رو پاره کنه، زنجیرهای تو رو بشکنه، میله‌هایی که تو رو به زندان کشه پاره بکنه و تو رو بکشه بیرون. امروز روز بازگشته، دوباره بلنشی، دوباره خودتو پیدا کنی. تو دعوت داشتی، تو خواندگی داشتی، تو رویا داشتی، تو خودتو به خدا تقدیم کرده بودی. چی شد؟ ای اسرائیل رفتی یعقوب شدی، برگرد، تو شاهزاده خدایی. امروز خداوند تاجی را که از تو افتاده بود و بر سر تو میگذارد و ردایی رو که انداخته بودی دور و دوباره بر تن تو میکند و همچون پسر و دختر گم شده ای که وقتی بر میگردی انگشتی بر دستت و نعلینی بر پاهایت و قربانی برای تو مهیا شده که قربانی عیساست. حواست به قلب دلت باشه. این روزها شریره، بیفهم نباش. این روزها شریره، شیطان داره زمانهای تو رو میدوزه تا ببره به سمتی که فقط محروم باشی از فیض خدا. فیض خدا تو رو کافی است. قوت خدا، رحمت خدا، نیکویی خدا در ضعفای تو نمایان میشه. به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. تازه کنه. هاللویا، اجازه بده. هاللویا، همینطور که به خون عیسی پاک شدی، روغن روح خدا بیا تو رو تازه کنه. استخوان‌های خشکیده تو رو جان بده. دعا کن. هاللویا، پرشو از روح خدا، پرشو از جلال خدا، پرشو از ابر جلال خدا، پرشو از حضور خدا به نام عیسی مسیح، پرشو و آزاد شو. Oh.
خدا روح احیا. روح خدا روح ترس نیست، بلکه روح فرزند خواندگیه. میگه دخترم پسرم بلند شو، بیا بیرون، بیا بیرون، اونجا جای تو نیست، بیا بیرون، بلند شو، تو پاک شدی، نترس، نترس. امروز خوانده شدی تا خدا رو پرستش کنی، از حضور خدا خجالت نکش. به واسطه خون عیسی ما دلیری داریم به سوی تخت فیض بدویم. امروز اینجایی چون که عیسی فدیه تو رو داد، امروز اینجایی چون که روح خدا تو رو آورد اینجا تا با تو سخن بگه، تو رو احیا بکنه. هر آنچه که تو زندگی تو ملخا خورده به نام عیسی مسیح خداوند جبران کنه در این سال. هر چیزی که تو این سالهای گذشته از دست دادی، رابطت از خدا رو از دست دادی، شادی تو، آرامی تو، خوشی تو، قلب تو از دست دادی، امروز خداوند دوباره میخواد احیا کنه. روح خدا روح احیاه، روح سلامتیه، روح شالامه، روح آزادیه، روح صلحه، روح مهربانی خداست، روح معرفت، روح مکاشفه است، روح حکمت، هللویا، روح بازسازیه. این روح خدا اون پاراکلتوس منه، اون پارای منه، اومده کنار من، من رو مدد کنه، ضعفای من رو مدد کنه، ترسای من رو مدد کنه، تنهایی من رو مدد کنه، بی جانی من رو مدد کنه. اومده امروز تو رو مدد کنه تا بلند شی به قدرت نام عیسی، بلند شی با قوت روح خدا و دوباره بیستی و فرمان بدی، دوباره به نام عیسی بگی شیطان از زندگی من دور شو، خداوند من آمد، دوباره من رو بغل کرد، دوباره من رو شست، دوباره من رو پاک کرد، ردا رو بر تن من، ای شیطان بترس از من، تو در بند زندگی من هیچ حقی نداری. آمین. تو کیستی که بخوای بر زندگی من نظر بدی؟ امروز فیض خداوند اومد تا تو رو پاک کنه، اومد تا بکشه بیرون. از این فیض سوء استفاده نکن. فیض برای احیاست، برای بازگشته، و روح خداوند روح فیضه. امروز اومده دوباره داره یک مشارکت با تو، لمسی تازه، قلبی تازه، روحی تازه، ایمانی تازه، عطایی تازه، قوتی تازه، احیایی تازه، لباسی تازه، به نام عیسی مسیح. هللویا خداوند، هللویا خداوند. ای خداوند، در تو میمانیم، در تو میمانیم. با ایمان اعلام کن، میخوام در تو بمونم خداوند، نمیخوام دوباره برگردم به دنیا. امروز خداوند اومدم، اومدم که خداوند بمونم، اومدم خداوند که سر جام باشم. هللویا. در تو میمانم، آمین، از تو میخوانم، هم در تو باشه دائم در کلامت. در مرتهای سرسبز مرا میخوابانی، نزد آبهای راه جانم سیرگردانی، جان من تشنه روح تو، مشتاق آن حضور تو. در مرتهای سرسبز مرا میخوابانی، نزد آبهای راه جانم تشنه روح تو، مشتاق آن حضور تو.
تینو میابم من نزد پایم جان من تشنه روی تو مشتاق آن کلام تو شادی من همه در توست در کلام پاکت قوت تینو میابم من نزد پایم جان من تشنه روی تو مشتاق تو میمانم، از تو میخوانم، هیچ چیز را نمیخوام خداوند، کنار تو. به نام عیسی مسیح اگر توی زندگی دیگه مرور کن، توی پیجی داری مرور کن، صفحه‌ای داری مرور کن، هر چیزی که کنار عیسی گذاشتی پاک کن، هر چیزی کنار روح القدس و کار روح القدس گذاشتی پاک کن، هر چیزی که کنار خدای پدر گذاشتی پاک کن. تنها خدا برای ما کافی است، تنها عیسی و صلیب عیسی و فیض عیسی برای ما کافی است، تنها قوت و حمایت پاراکلتوس روح خدا برای من و تو کافی است. من احتیاج ندارم، کلام خدا برای من کافی است، کلام خدا برای من نوره، برای پاهای من چراغه، برای راههای من نوره، کلام خدا برای من شفاست، کلام خدا برای من امیده، کلام خدا برای من حیاته، کلام خدا برای من شفا و زندگیه، کلام خدا برای من کافیه. احتیاج ندارم من این دنیا از مامون، از این ور، از ایزابل، از این چیزها بردارم بیارم، روح ترس بخوام این برای اعلام کنم. کلام خدا برای من همه چیزه، همه چیزه، همه چیزه، هر آنچه که من و تو احتیاج داریم، هللویا، در خدای پدر و عیسی و روح القدس، در کلام زنده او کافیه. ما داریم، دوباره برگرد به کلام، دوباره آشتی کن با کلام، دوباره کلامو بخور، کلامو بخور، همچون دهانت شیرین بشه، همچون عسل برای استخوان‌های خشکیده تو شفا میشه، شفا میشه، این کلام شفای توست، قوت توست. برگرد آشتی کن با خدا، آشتی کن با عیسی، آشتی کن با کلیسای خدا، آشتی کن، برگرد با کلام خدا آشتی کن، با روح القدس آشتی کن، با دعا و پرستش آشتی کن، با دعا روی زانوها آشتی کن، با زانو زدن در حضور خدا آشتی کن، برگرد دوباره با این خدا آشتی کن. خدا من تو رو میپذیره، فیض او تو رو کافی است. در هنگام نیاز به سوی تخت فیض خدا بدو، نه ایس را نه را بدو، من نکن، تو را به کسی سلام نده، بدو به سمت تخت فیض، بدو، زمانهای کوتاهه، برگرد و دوباره آشتی کن، دوباره بلند شو، خداوند جان تو را تازه کند، خدا بر استخوان‌های خشکیده تو شفا بریزد، بر قلب خشکیده و سرد تو دوباره حیات و گرما و آتش بریزد، بر افکار پریشان و حیران و ترسان و گیج تو آرامی عطا کند. برای تو عیسی همه چیز است، کافی است، کافی است، کافی است. احتیاجی ندارم که بخوام این اون روانشناسی بالا و پایین و جملات قشنگ من رو آرامی بده، من روح خدا روح آرامی منه، روح تسلی من، روح قوت منه، روح حیات منه، او پاراکلتوس منه، برای من همه چیه، معاونت میکنه، مشارکت میکنه، من رو به شراکت با خودش دعوت کرده، او برای من همه چیزه. ببخش خداوند، اگر کنار عیسی کسی رو گذاشتم، کنار روح خدا کسی رو گذاشتم، این یعنی بت پرستی. از فلسفه بیا بیرون، دنیا پر از فلسفه است، پر از حرفای قشنگه، پر از حرفای زیباست،
دنیا پر شده از تیومبلات انگیزشی قشنگ که مسیحا به این سمت میرن، اما کلام خدا پره پره. باز کن بخون تا روح خدا بر تو مکشوف کنه. اگه چیزی شعر میکنی از این دنیا و از اون دنیا، از فلسفه بخش نکن، از کلام خدا که حیات و امید ماست بخش کن. تو مسیحی هستی، تو سفیر کلام خدا هستی، نه سفیر دکتر فلانی، پروفسور فلانی، فلانی فلانی. تو سفیر خدا هستی، تو خادم خدا هستی، تو خوانده شدی تا مرد و زن خدا باشی. هللویا. این اون چیزیه که خدا من برای من و تو فراخوانده. آمین. عیسی تنها ملجای منه، تنها تسلی من، تنها شفای من، تنها امید، تنها ابدیت من، تنها ضمانت من، تنها کلید آسمان رفتن، تنها راه و راستی و حیات عیسیه. فقط احتیاج ندارم، او برای من کافیه، کافیه. آمین. او برای من و تو کافیه. هللویا. هللویا خدا من. فریاد بزن فقط تو عیسی. ببخش خداوندا، ببخش این فلسفه دنیا مرا کشید. فقط تو برای من همه چیز هستی. امیدم به تو، شفایم در تو، قوتم در تو. امیدم به تو، ضعیف گویم تو پرستش کرد. حالا بیا بلند شو، از تو خونت هر جایی هستی، ایران هستی، ترکیه هستی، بلند شو سر پا. هللویا. با قوت نام عیسی مسیح رو برخیز و به سرای و هللویا نام خدا رو جلال بده. برخیز به سرای و نام از برف راز. آمین. هللویا. بلند شو، گفتم بلند شو، نشین. آره تو که اون وردارید برنامه نگاه کن، بلند شو، بلند شو، خداوند تو اومده. برخیز به سرای. هللویا. اعلام کن آسمان دوم بشکنه. هللویا. پرستشایت با آسمان سوم بره. امروز مشخص بشه کی خداست، کی خداست. هللویا. Hallelujah!
بشه. عیسی کرو Oh,
خداونده. هللویا، تو صاحب داری، تو خداوند داری، تو ادونای داری، تو نجات دهنده داری، تو چتر داری، تو بی صاحب نیستی که همینطور این وری بر مثل کلیا بچرخی. خداوند قوت تو، سایه تو، نشان تو، بدر تو، بزرگ تو. هللویا، ما بی صاحب نیستیم که هر کس بیاد دست ما رو بگیره ببره. ما خانواده خدا هستیم، متعلق به اون هستیم. آمین. خدا را شکر برای این فرصتی که داشتیم در حضور اون. این سرودی رو که عزیزان با هم الان خوندیم تو قلبم بود عبریشو براتون بخونم که بدونید که اسامی خداوند چطور تو پرستش به کار میره. همین سرود هست، دقیقا ترجمه همین سرود هست و اصلش عبریه، براتون میخونم. الهیم لانو ماسواس اسرابتران نیم سامهود. الهیم لانو ماسواس اسرابتران نیم سامهود. ادونای سواود ایمانو نسکاف لانو الهی یعقوب. سلا سلا ادونای سواود ایمانو נשכב לנו אלוהי יעקב. סלה, סלה, סלה. לה לה לה. אמן. میخوام از کتاب خروج چند آیه برای شما بخونم که پیروزی قوم خدا را با شکستن قدرت‌های فرعون و آزادی قوم، اما خدا را شکر که عیسی مسیح سر شیطان را کوبید و قدرت‌های تاریکی را شکست داد و استهزا کرد و مسخره کرد. هللویا، و ما را از دنیای تاریکی رهانید. آمین. پس این میتونه سمبولی از آزادی ما در عیسی باشد. میگه آنگاه موسی و بنی اسرائیل این سرود را برای خداوند سرائیدن. امروز کلیسا، هللویا، من و تو ایمانداران این سرود را برای عیسی میخوانیم. آمین. هللویا، عیسی را سرود میخوانیم زیرا که با جلال مظفر شده است. عیسی قوت و تسبیح من است و از نجات من، هللویا، نجات من گردیده است. این عیسی من است، پس او را تمجید می کنم. خدای پدر من، هللویا، که او را متعال می خوانم و روح قدوس او که جلال می دهم. نام خداوند من یهوه است. قدرت های شیطان را شکست. دست راست تو ای عیسی، انگشت تو ای عیسی، کلام تو ای عیسی، دم تو ای عیسی، دشمن را خورد و شکست. کیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان؟ کیست مانند تو ای روح خدا در میان خدایان؟ کیست مانند تو ای یهوه در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟ تو مهیب هستی در تسبیح خود و صانع عجایب. چون دست راست خود را دراز کردی، زمین تمامی شرارت را فرو برد. تو ما را قوم خود کردی و فدیه دادی، به رحمت خود ما را رهنمود، رهبری نمودی. خداوند، اعلام می‌کنیم که سلطنت تو ابدی است و اقتدار تو پابرجا. این از سرود کلیسا در وصف عیسی. خداوند با این آیات شما رو برکت دهد. هفته ای که شروع میکنین، هفته ای پر از نیکویی، رحمت، پر از شالوم خداوند، در سلامتی خداوند و امنیت خداوند باشید. خون عیسی بر خانه شما امنیت و مهر باشد و روح خدا در خانه شما بخرامد و روح تازگی، روح تراوت، این روحی که امروز دریافت کردی، احیا شدی، حواست باشه، دوباره برنگردی. تقدیس کن موبایل تو، تقدیس کن پی سی و کامپیوتر تو، تقدیس کن کتابخونه تو، تقدیس کن نوارها تو. نمیخوام مذهبی به این موضوع نگاه کنم، چیزهایی که از قدرت‌های تاریکی اومده و تو نفهمیدی. خدا مخالف شادی نیست، شادی کن، اما حواست باشه چی به زندگی وارد می‌کنی. هر اون چیزی که از خدا نیست در سیف کردی برای خودت، پاک کن. همونطور که از قلبت امروز توبه کردی، پاک کن. از زندگیت پاک کن. اینها بت‌هایی هستند که تو زندگیت جمع کردی. به نام عیسی امروز هر بتی شکسته بشه
و تنها عیسی خداوند تو باشه، تنها روح خدا هادی زندگی تو باشه و خدای پدر چتر سلامت من و تو باشد و بماند. به نام عیسی مسیح تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم. آمین. آمین. آمین.